تحلیل ها نوشتیم، تفسیر ها نوشتیم، ایران همین ایرانی ها. این کار رو کردیم، یه وجهه بهش دادیم و لون وجهه عرب اسلام را اگر شما ببینی، عرض کردم همین کتاب های تاریخ رو شما یه مرور بکنی، اونجا میبینی چه شخصیت خشنی داره این اسلام عزیز. حمله، شمشیر، جنگ، بردگی، اسیر، زنیمت، هستی این ورد نیستی بزنید بکشید، اونایی هم که میخوان دینشون نگه دارن در نهایت آقا شما نصف احوالتو بده به ما، دین تو نگه دار، هر سال اینقدر پول بیار ما بده. ما اینا هست، ما اومدیم یه رومون نشد بگیم اسلامونه حقیقت، ما رومون نشد بگیم اسلامون جوریه، و هر حال جمعه انسانی بهش دادیم. ولی اینکه ما با رضایت این دین رو پذیرفتیم، آیا شما قبول میکنی؟ یعنی اینم تاریخ، تاریخی که امروز هست، اینم دروغ میگه؟ این آسیاب‌های خون در ایران راه نیفتاده، این همه کشتار نشده، این همه جنگ نشده، این همه اسیر از اینجا نگرفتن بفرستن اونجا، این همه خراج و مالیات نمیگرفتن از ایران بفرستن اونجا. یعنی با میل و رغبت یک ملتی مسلمان شدن. این دین در عربستان بوده، ما نامه دادیم آقا شما تشریف بیارید اینجا، اون مردم آفریقا نامه دادن که آقا ما اسلام میخوایم. همه این تاریخ دروغه و حرف این آقا درسته که ما با میل و رغبت اومدیم مسلمان شد. و خود از رهگذر این حرکت شکوفا شد و به مراحل بالای انسانی و علمی و فرهنگی دسترسی پیدا کرد. مقطع سوم و دوم، یعنی ما اسلام رو قبول کردیم، بعد به مراتب بالای علمی رسیدیم، پزشکی، زمینشناسی، فضانوردی، نمیدونم این همه علومی که کشف شده، اینترنت، نمیدونم خب این اینترنت کجا در قرآن بوده؟ چیزی نبوده. ولی اون یارو الان فرض کنید آقای انگلیسی، فرض کنید یا آمریکایی اومده این تشکیلات رو خلق کرده، حالا بگیم که آقا مسیحیت اینو خلق کرده، تمدن مسیحی این اینترنت رو خلق کرده، با این تمدن مسیحی، دین مسیحی که اینجا بود 1400 سال، 500 سال یه دونه عینک تولید نکرد. خب حالا ما بیان بگیم اون دانشمند نیوتن، آقا نیوتن دانشمند مسیحی بوده، این که نمیشه که، با همجور در نمیاد. این اگر یک نفری اون قرآن رو بخونه، در چارچوب تعلیمات قرآن بره پزشک بشه، اون وقت میگن آقا این پزشکی اسلامیه. اگر یک نفر انجیل بخونه، بعد از خوندن این انجیل بره تلسکوپ بسازه، اون وقت میگن بله این آقا دانشمند اسلامیه، دانشمند مسیحیه ببخشید. ولی در چارچوب تورات و قرآن که کسی چیزی خلق نکرده که مرد مؤمن، قربون اون ریشت برم من. به هر حال بریم ببینیم بقیه چی میگه. آن سومی که عظمت‌های ملت ایران به خوبی در معرض دید جهانیان قرار گرفت، انقلاب عظیم اسلامی است. در انقلاب عظیم اسلامی ملت ایران یک بار دیگر نشان داد که میتواند در عرصه‌های ملی و بین المللی الهام بخش تحول آفرین. خیلی خوب، این آقا دیگه الان ما رو داره میبره در صحنه‌های جهانی، یعنی میخواد اینو بچسبونه به کجا؟ مسئله هسته‌ای که حق ملت ایران، این همه ملت ملت کرد که برسونه مسئله هسته‌ای که آقا ما داریم. اگر ما مشکلای دیگه داشتیم، ولی ما مسئله هسته‌ای رو پیش بردیم. آقای خاتمی میخواست تعطیل کنه، بقیه سخنرانیاشو من میذارم خودتون گوش کنید. آقای خاتمی میخواست تعطیل کنه، من نذاشتم، من اومدم هسته‌ای رو داریم، فضا فرستادیم، نمیدونم چی کردیم. ولی آقا جان شما رئیس جمهور جامعه جهانی که نیستی که این همه سنگ جامعه جهانی رو به سینه میزنی، که شما کشور خودتو بساز. شما 4 سال اینجا بودی، تو این 4 سال شما چی کار کردی؟ بیا اونجا بررسی کن که آقا این چی بوده، این کسری بودجه که میگن چی بوده، این کارهایی که شده، اون چیزهای مثبتی که انجام شده، منفی انجام شده، شما بیا اینا رو بررسی کن.
شما این همه ایران ایران کردی، تمدن ساز کردی، تاریخ ساز گفتی، ملت ملت کردی که آخرش برسونی به برنامه هستی. که این برنامه هستی اگر مال ملته، شما روز اول باید به ملت میگفتی مردم ما داریم یک چیز هستی تولید میکنیم، اگر چایتون کم شد ببخشید ما یه ذره پول گذاشتیم رو اون. خب ملت 20 سال خبر نداشتی شما داری هستی درست میکنی که. خیلی خب، این آقای احمدی نژاد به هر حال دیگه بقیه حرفاشون هم که میدونید چی شده بود، چی ها گفته بود، چی کارا کرده. به هر حال این مرد حداقل در عرصه های بین المللی جای دفاع برای خودش نذاشته. حالا از داخل کشور من خبر ندارم، حالا ممکنه 4 نفر هم صاحب خونه کرده باشه، اومد بنده نمیدونم، ولی حداقل در عرصه های جهانی اینی که ما میگه ها ما ایران فلان کردیم به امان کردیم، آقا این افتخار مگه در عرض 4 سال 3 تا قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه شما تصویب شده، این مگه افتخاره؟ این اصلا اینو اون درون مایه حرفای خیلی ببخشید البته، ولی حرفای جاهلیت رو در خودش داره، درون مایش جاهلیه که آقا هر کی بیشتر زندان بوده بهش افتخار میکرده، هر کی بیشتر چاقو خورده بود به بدنش میگه آقا این محمد داف 68 تا چاقو خورده، اون یکی میدونم علی نمیدونم چی چیه اون 36 تا خورده نمیدونم. آقا این که افتخار نیستیه قربون شکلت برم. من قطعنامه تصویب شده بر علیه شما، حالا شما بیا بگو من پیشرفت کردم. اینا که جزء افتخارات کسی نمیتونه باشه که. شما واقع بین باش، شما در این همه الان 4 دقیقه حرف زدی، شما چی گفتی؟ چی میخوای بگی؟ آخرش برسونی به اون هسته ای. آقا مردم تو کشور گشنن، غذا ندارن، 5 میلیون 6 میلیون ایرانی آواره است خارج، تمام شمال و جنوب و مرکز و مغرب و مشرق کشور را ما همه رو برداشتیم یه جورایی همه رو نسبت به هم بدبین کردیم. اون دریای خزر رو که اونجا بوده با این همه سال قاجارا اومدن یه تیکر رو دادن به شوروی، هنوز هم مردم نفرین میفرستن به قاجارا. و شما اومدی رو تقسیم کردی بین 10 تا کشور، هر کی هر چی دلش میخواد برداره. شما بیا اینا رو بررسی کن، چرا چه این اینا چیه، روی چه حساب این چی این جور چیزا شکل میگیره. بقیت الله اعظم بنده قصد توهین به ایشون رو ندارم، ولی ایشون اگر مدیریت جهان میکنه شما اینجا چیکاره ای آخه دیگه؟ مردم برن به بقیت الله رأی بدن دیگه. مدیریت خوبی نکرده ایشون که شما منتظری دوباره بیا 4 سال دیگه. این همین آمارهایی که خود شما ها زدین روی اینترنت و اخبار و اینا، نرخ بیکاری، نرخ نمیدونم تورم، کسری بودجه، فساد اقتصادی، فساد مالی، فساد نمیدونم اداری، نمیدونم همه اینها اینجا هست. مشکل ما بقیت الله نیست قربونت برم، مشکل ما شکم امروز ماست، نون زن و بچه ماست. شما از این کلیگویی بیا پایین خواهشن، کلیگویی به چه درد میخوره؟ شما بیا برنامه خودت رو توضیح بده. جهان رو ما اینجوری کردیم، ابرقدرت ها رو تکون دادیم، من نمیدونم فلان کردیم، آب و نون شد مگه برای من؟